در زمینه سیاست خارجی، حسن روحانی دو سال پیش در جریان کارزار انتخاباتی علاوه بر بسته شدن پرونده اتمی و برداشته شدن تحریم ها، وعده بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی و به ویژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس را داده بود. در ادامه گفتگوهای کیهان لندن با کارشناسان ایرانی و خارجی در رابطه با پیامدهای توافق وین، این بار به سراغ هاک مایلز، روزنامه‌نگار بریتانیایی ساکن قاهره می رویم. هاک فرزند یک دیپلمات بازنشسته بریتانیایی است و در جده به دنیا آمده است. هاک تاکنون چندین کتاب در رابطه با خاورمیانه به زبان انگلیسی منتشر کرده است. در ابتدا از مایلز می پرسیم چه تغییری در پیامد توافق وین می تواند در روابط ایران با جهان عرب به وجود بیاید. We wait firstly to see if the deal is going to be confirmed by Congress. این کارشناس بریتانیایی معتقد است که قبل از هر چیز باید در انتظار تصمیم کنگره آمریکا بود، ولی در هر صورت این توافق بر روابط ایران با جهان عرب تأثیرگذار خواهد بود. البته این تأثیر به گفته او یکسان نخواهد بود. برخی از کشورهای عربی مثل امارات و به ویژه دبی از برداشتن تحریم‌ها سود کلانی خواهند برد و بنابراین از این توافق استقبال می‌کنند. مایلز می‌افزاید کشورهای دیگری برخلاف امارات بسیار نگران هستند و معتقدند که این توافق نقش جمهوری اسلامی در منطقه را برجسته‌تر خواهد کرد و این برجستگی می‌تواند منشأ مشکلات جدیدی برای آنها باشد. مثلا عربستان سعودی این نظر را دارد. گروه سومی هم کاملا بی تفاوت هستند، مثل مراکش که چه به دلیل دوری از ایران و چه عدم درگیری در مناقشات منطقه‌ای این توافق را امر مهمی تلقی نمی کنند. نظر مایلز را در رابطه با طرحی که در روزهای گذشته جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به بحران سوریه به سازمان ملل متحد فرستاده است نیز جویا شدیم. او میگوید جالب است ببینیم این طرح چه محتوایی دارد، ولی در هر حال ورود ایران به روند صلح میتواند تعیین کننده باشد. اخیراً روسیه و آمریکا و عربستان نشستی در رابطه با بحران سوریه داشتند و تأسف‌آور است که ایران را دعوت نکرده بودند. حضور ایران در روند پایان دادن به بحران سوریه و همچنین دیگر بحران‌های منطقه می‌تواند تعیین کننده باشد. باید به نقش مثبت ایران در تأمین امنیت منطقه امیدوار بود. البته کم نیستند کشورهایی که هنوز به ایران اطمینان ندارند و معتقدند که جمهوری اسلامی برای حل مشکلات منطقه پا به میدان نگذاشته است و هدف اصلیش هنوز هم به هم زدن امنیت منطقه است. در اشاره به بحران یمن این کارشناس بریتانیایی میگوید من فکر نمی کنم کنترل آنچه در این کشور میگذرد در دست ایرانی ها باشد. یمن یک دولت ورشکسته است، کشوری قطع قطعه با 1 میلیون آواره که هر روز شباهت بیشتری به سوریه پیدا می کند. یمن امروز برای عربستان یک فاجعه است، زیرا در نزدیکی مرزهایش اتفاق می افتد. مایلز می افزاید عامل مهم بی‌ثباتی در یمن حوثی‌های هوادار ایران نیستند. این نظامیان هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق این کشور هستند که این وضعیت را به وجود آوردند. این کارشناس بریتانیایی عقب نشینی حوثی‌ها از برخی مناطقی را که تحت کنترل داشتند از نظر نظامی مهم تلقی نمی کند و می افزاید حوثی‌ها هنوزم به صورت روزانه به خاک عربستان با خمپاره و توپ حمله می کنند. این جنگ به ضرر همه است و تنها القاعده از آن سود خواهد برد. در پاسخ به پرسشی در رابطه با آینده روابط ایران و مصر، مایلز می گوید I think that Egypt has a floating position on Iran.
موزه مصر در قبال جمهوری اسلامی را می توان شناور یا متغیر خواند. مردم مصر تحت تأثیر تبلیغات روحانیون ضد شیعه و هوادار وهابی ها بیش از آن که با دید سیاسی به ایران نگاه کنند، دید مذهبی دارند. مایلز معتقد است اگر مصر می توانست بدون حمایت مالی عربستان به حیات خیش ادامه دهد، شاید موضع متفاوتی در قبال ایران اتخاذ می کرد. The problem is Egypt is really a client state of Saudi Arabia. It depends on Saudi Arabia obviously for finance. این کارشناس بریتانیایی بر این نظر است که درگیری مستقیم بین ایران و عربستان رخ نخواهد داد، زیرا در صورت بروز این رو در روی آمریکا مجبور خواهد شد در حمایت از عربستان وارد عمل شود و این به معنای جنگی منطقه است. مایلز می افزاید که رابطه بین ایران و عربستان در ماهای پیش رو حتی بحرانی تر هم خواهد شد و ایران مشکلات جدیدی را برای سعودی ها با استفاده از حوثی ها در یمن و شیعیان در بحرین و در خود عربستان ایجاد خواهد کرد، ولی هرگز مقابله نظامی مستقیمی روی نخواهد داد. But I don't think a direct war between Iran and Saudi Arabia is likely at this stage.